ویلیام نیگورد، ناشر نروژی کتاب سلمان رشدی، در سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، سالن شهرداری اسلو، آبان 1374. نیگورد در سال 1993 در اثر حمله عوامل رژیم با شلیک 3 گلوله مجروح شد. من در اینجا به خودم اجازه میدم از طرف مردم ایران و مقاومت عادلانه اونها برای صلح و آزادی، از دولت و مردم نروژ بخوام که ضمن اعمال تحریم‌های همه جانبه و قطع روابط دیپلماتیک با ملایان، مسئله ایران و مقاومت مردم اون رو در دستور کار سیاست خارجی خود قرار بدند. در پایان سخنرانی، شخصیت‌های شرکت کننده در جلسه از جمله ویلیام نیگورد، ناشر سرشناس نروژی، و خانم آریا سایونما، خواننده محبوب اسکاندیناوی، گفتگوهای کوتاهی با خانم رجبی داشتند. آقای نیگورد خطاب به رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: خوشحالم که شما نزد ما هستید. موفق باشید. کار خوبتان را ادامه دهید. من از فعالیت‌های شما حمایت می‌کنم. Med framleis støtte for sin sak til tilhørarar frå eit breitt spekter av det norske samfunnsliv. Blant dei forlagssjef William Nygaard, og etterpå møttes dei to for første gang. Eksilpresidenten nytta òg høve til å gratulere med svært så vakker tilkommande for den attentatutsette forlagsdirektøren. Man kan goftam, fikkum kram ke dagigan kare askarhaye terroristie diplomat terrorist های رژیم ملایان هست. Hun virker jo som en karismatisk person og har jo da etter min mening et veldig flott syn på en fortolkning av hvordan islam kan fungere som en religion i et demokratisk samfunn, og ser jo ikke noe motsetningsforhold mellom islam og demokrati og dermed også menneskeverd, og dette er selvfølgelig synspunkter som vi forstår i Vesten.